یه مثال داریم بین مسلمان ها که میگن آب اومد تیمم باطل شد. ما قبلا در برنامه رستاخیز سیمون بارها و بارها هشدار دادیم که جمهوری اسلامی اومده برای نسل‌کشی ایرانیان و جمهوری انگلنشان آخوندی تشکیل شده از مافیاهای مختلف برای غارت و نسل‌کشی در کشور ایران. این هشدار رو ما داده بودیم که بیمارستان های ایران تبدیل شده به اوراق‌خونه هایی مثل اوراق‌خونه های شوش و کسانی که تحت عنوان کرونا به بیمارستان مراجعه میکنن، مخصوصا افرادی که زیر 50 سال سن داشته باشن رو بعد از مدتی به خانواده‌هاشون خبر دادن که مریضتون فوت کرده و دو تا مأمور فرستادن، اون مرحوم میت هم فتیله پیچش کردن و دو تا مأمور میاد اینو دفع بکنه و اجازه دیدار به خانواده‌ها نمیدن. دلیلش این بود دوستان که جمهوری اسلامی چه در بیمارستان‌های خصوصی، چه در بیمارستان‌هایی که زیر نظر سپاه هست و چه بیمارستان‌های دولتی، این مأموریت رو داره که افراد زیر 50 سال رو به اسم کرونایی نابود می‌کنه، می‌کشه و قطعات بدنشون رو مثل قلب، مثل کلیه، مثل کبد، مثل چشم، هر چیزی که جمهوری اسلامی بتونه ازش پول در بیاره و ارباباش خواسته باشن رو در میاره و صادر می‌کنه. دیروز سایت تجارت نیوز جمهوری انگلشان آخوندی برای اولین بار در جمهوری اسلامی رسما آگهی فروش اجزای بدن رو در سایتش منتشر کرد. این بدین معنیه که علاوه بر این که صادرات انجام میدن به اروپا، به روسیه و امثال اینها، انقدر دلالها و بازار سیاه این کار اوج گرفته که حتی فروش داخلی هم گذاشتن برای اجزای بدن. کسانی که جووناتون رو فرستادید بیمارستان، عزیزاتون رو فرستادید بیمارستان و نیومدن و مردن و اومدن براتون دفنشون کردن، کافیه برای اثبات این حرف من برید یک حکم نبش قبل بگیرید و پیکر عزیزتون رو در بیارید ببینید چه بلایی به سرش آوردن. یا کسانی که در آینده عزیزشون، جوونشون، فامیلشون، پدرشون، مادرشون رو توی بیمارستان ها از دست میدن که اجازه نمیدن ببینه پیکر عزیزشو ببینه، تلاش کنید حداقل هر جوری که شده این پیکر رو ببینید. اونجاست که متوجه میشید که چه بلایی به سر عزیزتون یا هموطن ما آوردن. پیشنهادم به ملت ایران اینه، اگر مریض شدید، اگر حس کردید که بیماری دارید، به هیچ عنوان به بیمارستان‌های جمهوری اسلامی مراجعه نکنید. برید با دکتر شخصیتون از مطب‌های شخصی ویزیت بشید، اما تو خونه بمونید و به هیچ عنوان به بیمارستان نرید، چون به بیمارستان رفتن همانا و اجزای بدنتون فروش رفتنش همانا. متاسفم برای ملت ایران که مثل گوسفند توی صف ایستادیم که کشتارمون کنن، اما حتی حاضر نیستیم یک لحظه فکر کنیم که ما میتونیم این صف رو به هم بزنیم، ما میتونیم کشورمون رو نجات بدیم، ما میتونیم فرزندانمون رو نجات بدیم. جمهوری اسلامی از هر شخصی که بیمارستان مراجعه میکنه و بعد میگن مرد، بالای چند میلیارد درآمد داره. اینو فراموش نکنید. برید پیکرهای مرده شدگان رو، اون کسایی که مردن رو برید ببینید و اونجا متوجه میشید که اجزای بدن اینها رو همه رو به فروش گذاشته جمهوری اسلامی.